سلام. توی این ویدیو قراره با همدیگه یاد بگیریم چطوری یه عکس رو با موبایل ادیت کنیم. لیست تمام نرم افزارهایی که توی این ویدیو ازش استفاده میکنیم و توی توضیحات ویدیو مینویسم. بعد از دانلود اپلیکیشن اسنپسید اون رو باز کنید. برای شروع دکمه اوپن رو بزنید تا گالری گوشی شما باز بشه و عکسی رو که میخواین انتخاب کنید. به محض باز شدن عکستون توی اپلیکیشن یه نوار اون پایین میبینین که خودش با توجه به عکسی که شما توش آپلود کردین بهتون پیشنهاد میده که چجوری بخواین روش فیلتر بذارین و ادیتش کنید. وقتی اون پایین روی گزینه تولز کلیک میکنید یه پاپ‌آپ براتون باز میشه و میتونید لیست فیچرهای این اپلیکیشن یا ویژگی‌های این اپلیکیشن رو ببینید. برای ما که قراره اینجا ادیت عکس خیلی ساده رو انجام بدیم، شما میتونید تو قسمت تون ایمیج برید و المان‌هایی که دوست دارید توی عکستون تغییر بکنن رو تغییر بدید. مثلا من اینجا ساتوریشن، امبینس و شادو رو بردم بالا. نباید اونقدر تغییر بدین که عکستون غیر طبیعی بشه. اگر حفظ شدن قانون کپی رایت عکستون براتون مهمه، تو همون تولز برین و گزینه تکست رو بزنین. اینجا میتونین هر چیزی رو که دوست دارین به عکستون به عنوان تکست اضافه کنید. و اگر نوشتتون انگلیسی هستش میتونید فونتش رو انتخاب کنید، میتونید کم رنگ یا پر رنگش کنید و میتونید رنگش رو تغییر بدین و حتی جایی که میخواین روی عکستون قرار بگیره رو مشخص کنید. گزینه اوکی رو بزنید تا تغییراتی که ایجاد کردید روی عکستون اعمال بشه. دوباره برگردیم به گزینه تولز و چک کنید ببینید چه آپشن‌های دیگه این اپلیکیشن داره و شما دوست دارید که توی عکستون تغییرش بدید. مثلا دوست دارین عکستون رو بلر کنید، دوست دارین از فیلترهای وینتیج استفاده کنید، دوست دارین عکستون رو کراپ کنید یا هر کار دیگه. خلاصه اگه دوست دارید خیلی تو عکستون تغییر ایجاد کنید، باید توی اپلیکیشن بچرخید و تغییراتی که دوست دارین توی عکستون ایجاد کنید. اینجا ما عکسمون رو زیاد دستکاری نمی کنیم تا غیر طبیعی نشه. ما دوست داریم همون جلوه طبیعی عکسمون حفظ بشه. وقتی شما تغییر توی عکستون ایجاد می کنید، باید هدف غایی گرفتنتون از اون سوژه فراموشتون نشه. مثلا توی این عکس هدف من گرفتن عکس پاییزی بوده. پس من تغییرات رو باید اعمال کنم که به اون هدف عکس گرفتنم نزدیک باشه. نباید عکسم رو غیر طبیعی بکنم. بعد که کار ادیت عکستون تموم شد، اون پایین سمت راست گزینه اکسپورت وجود داره. وقتی بزنینش، سیو رو میزنید و توی گالریتون سیو میشه. حالا میخوام یک کار باحال بهتون یاد بدم. با اپلیکیشن کالر پاپ شما میتونید جاهایی توی عکستون که دوستان رنگی ببونه یا سیاه‌سفید بشه رو تغییرش بدین. اپلیکیشن رو باز کنید، گزینه کالر پاپ اون بالا رو انتخاب بکنید. شما رو وارد گالری عکساتون میکنه. عکسی رو که دوست دارید انتخاب بکنید. و اگه دوست ندارید که ابعاد عکس تغییر کنه، به همون صورت گزینه نکست رو بزنید و بدون تغییر به کارتون ادامه بدید. به صورت پیش‌فرض عکس شما رو سیاه‌سفید میکنه. شما میتونید اون نقطه هایی که دوست دارید سیاه‌سفید نگه دارین و اون نقطه هایی که دلتون میخواد رنگی کنید. اگه خیلی عکستون ریزکاری داره، یعنی جاهای خیلی ریز رو قرار تغییر بدین، میتونین سایز قلمتون رو تغییر بدین و اون پایین ببینید که کجاها رو دارین رنگی میکنید. البته که اگه از دیوایس های قلمدار دارین استفاده میکنید، مثل سری نوت سامسونگ یا آیپد یا هر چیز دیگه، برای شما یه مقدار راحت تره. وقتی کارتون تموم شد، گزینه سیو رو بزنید و انتخاب کنید تا توی گالریتون براتون سیو بشه. در کنار تمام خوبیایی که اپلیکیشن کالر پاپ داره، یه بدی خیلی بزرگ داره. اونم اینه که وقتی سیوش میکنین و برمیگردین که عکستون رو نگاه بکنین، میبینین یه واترمارک خیلی بزرگ پای عکستون افتاده. که اگه شما نسخه پولی این اپلیکیشن رو خریده باشین که حتما این واترمارک رو نمیبینین، ولی کسایی که نسخه مجانی استفاده میکنن حتما این واترمارک رو میبینن.
برای هزون واترمارک مزاحم که خب به نظر ما مزاحمه، یه اپلیکیشن هست به اسم فوتوریتاچ. اپلیکیشن فوتوریتاچ رو نصب کنید و اپلیکیشن رو باز کنید. گزینه فوتو رو انتخاب کنید و عکسی که با کالر پاپتون درست کردین و واترمارک داره پاش رو انتخاب کنید. گزینه آبجکت ریموور رو بزنید. با دقت رو قسمت واترمارک انگشتتون رو بکشید. و بعد گزینه گو رو بزنید. و اگه شما منظم و با دقت این کار رو کرده باشین، واترمارکتون به تمیزی پاک میشه. حالا اون بالا گزینه اکسپورت رو بزنید و اگه دیگه کاری ندارید از عکستون سیو بگیرید. حالا اگه عکس ادیت شده یا تر و تمیز دارید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. و در آخر من نیلوفر هستم. مرسی از اینکه این ویدیو رو واسه دیدن انتخاب کردین. اگر دوست داشتین تو کانال سابسکرایب کنین و دکمه زنگوله رو بزنید تا اگه پست جدید منتشر شد اولین نفر باخبر شید. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.